سلام 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 دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم و با دوره جامعه مهندس شبکه شد در کانال های آپارات و یوتیوب و آکادمی با من همراه هستید. در ادامه اسکیل سیسکو تو این ویدیو قرار بپردازیم به بحث کانسپت استاتیک روتینگ و نحوه پیکربندی اون در روترهای سیسکو. من در محیط سیسکو پکیت تریسر یک توپولوژی رو پیاده سازی کردم، توپولوژی که از 1, 2, 3 و 4 تا سابنت یا شبکه تشکیل شده. 192.168.1.0/24 معرف شبکه لن روتر R1 هست. 10.0/C معرف زیر شبکه ارتباط پوینت تو پوینت بین R1 و R2. 10.2.4/C معرف ارتباط پوینت تو پوینت بین R2 و R3 و در نهایت 172.16.11.0/24 هم معرف شبکه لن روتر R3 هست، چیزهایی که من اینجا در این بخش به شما نشون دادم. در بخش عمودی هم روترهای R1, R2, R3 نمایش داده شده. اما ببینیم که من این جدول رو چجوری فیل آپ کردم. ببینید، فرض بکنید که من IP هایی که اینجا نوشتم رو روی PC هام ست کرده باشم، یک، و ثانیاً این که روی اینترفیس های متناظر روتر هام هم IP هایی که در توپولوژی نشون دادم رو هم ست کرده باشم. خب نکته، روتر R1 به شبکه 192.168.1.0/24 از طریق فست 0.0ش به صورت مستقیم متصل. پس جلوی این بخش در ستون روتر R1 نوشتم چی؟ C. پریفیکس C نشون میده که چی؟ این شبکه عملا دایرکتلی کانکتد هست به روتر R1 هم. خب به همین ترتیب همین وضعیت رو هم من برای شبکه 10.0/C دارم. چرا؟ چون این شبکه هم شبکه ارتباط بین دو تا روتر R1 و R2 من است. اما این شبکه زرد رنگ و این شبکه نارنجی رنگ شبکه هایی هستند که دایرکتلی کانکتد به روتر R1 من نیستن، به صورت مستقیم به روتر R1 من متصل نیستن. بنابراین اصطلاحا من به اونا میگم چی؟ به اونها میگم شبکه های ریموت من، شبکه هایی که من به اونها دسترسی مستقیم ندارم. اما یه نکته، اگر یک بسته به عنوان مثال قرار شد که از این PC ارسال بشه به چی؟ این PC، یعنی سورس من اینجا باشه، دستینیشن من چی؟ اینجا. بسته ای که دستینیشن IPش قرار 172.16.11.100 باشه از PC ارسال میشه به کجا؟ به دیفالت گیتویش. دیفالت گیتویش چیه؟ همین 192.168.1.1 که در واقع معرف فست 0.0 از روتر است. چرا ارسال میشه به این؟ به خاطر اینکه IP 172.16.11.100 مربوط هست به یک سابنتی، به یک نتورکی، به یک شبکه‌ای که عملا به نوعی در یک برودکست دومین دیگه غیر از در واقع IP سورس من هست. بنابراین بایستی تحویل دیفالت گیتوی داده بشه که اون دیفالت گیتوی که در نهایت اگر براش مسیری داشته باشه بتونه اونو در واقع به مقصد هدایت بکنه. اما داستان چیه؟ داستان اینه که اگه من روی این روتر کلیک بکنم و شو IP روت بگیرم، میبینم که داره همون چیزی رو که من اینجا با پریفیکس C و بخش سبز رنگ نشون دادم رو اینجا دوباره برای من نشون میده. یعنی میگه که خب من به این شبکه 10.0/C و 192.168.1.0/24 دسترسی مستقیم دارم، اما نمیدونم که چجوری بسته رو هدایت بکنم که به سمت دستینیشن برسه. کاری که بایستی شما انجام بدید این هست که بر یک روشی از طریق یک مکانیزمی شبکه های ریموتتون رو بشناسونید به روترتون. به فرایند معرفی به نوعی شبکه های ریموت به یک روتر ما اصلا میگیم روتینگ. چیزی که ما تو این ویدیو قرار انجام بدیم این هست که میخوایم به صورت استاتیک این روتینگ رو پیاده سازی بکنیم. خب
استاتیک چی میگه؟ استاتیک میگه که اگر بسته ای در جدول مسیریابی خودت نبود، دو تا سلوشن داری. یا اینکه بهش بگو که از فلان اینترفیس خودت بدش بیرون، و اگر برسه به هوپ بعدی، هوپ بعدی یه بلای سرش میاره. مثلا میتونه هدایتش بکنه مثلا به دستینشن یا دراپش میکنه. این یک. یا اینی که تحویل نکست هوپ آی پی بده. بذارید بازش بکنم. بسته ای که قرار دستینشنش سر 72 16 11 100 باشه، از این تا اینجا رسیدیم که تحویل روتر R1 من داده شد. حالا چی میشه؟ حالا میگم آقا اگر این بسته رو از سریال 00 خودت بدیش بیرون، یا اینکه تحویل IP 10202 بدی، اونجا اونها میدونن که چجوری این بسته رو هدایت بکنن به سمت مقصد. حالا اینو من چجوری میتونم تو بحث کانفیگوریشن پیاده سازی بکنم؟ من وارد مود جنرال کانفیگوریشن میشم، می‌نویسم IP روت کن به روش استاتیک. چه شبکه ای رو؟ خب مثلا 172.16.11.0 با سابنا 255.255.255.0 رو تحویل کی بده؟ یا میگم تحویل 10.0.0.2 بده، یا اینکه میگم چی؟ سریال 0.0.0.0 مثلا همین رو انتخاب میکنم. یه نکته، خب من این شبکه ریموت رو براش معرفی کردم. اگر الان بنویسم دو شو آی پی رود، چی بهم میگه؟ میبینم که این زیر شبکه هم به صورت اس، چرا؟ چون پریفیکسی که اینجا نمایش شده اس هست، تعریف شد. خب کار بعدی که باید انجام بدم این هست که شبکه 10.204/C رو هم به روتر آریکم معرفی بکنم. خب این رو هم انجام میدم. آی پی رود کن 10.204/255.255.255.252 رو تحویل کی؟ میگم مثلا از همین سریال 0.0.0 بیرون بده. خب حالا اگر شو آی پی روت بگیرم و اینتر بزنم، میبینم دو تا شبکه دایرکتلی کانکتد بود، اوکی، و دو تا زیر شبکه دیگه هم به صورت استاتیک تعریف شد. پس تمام این چهار زیر شبکه من برای روتر R1 تعیین تکلیف شد. قدم بعدی اینه که خیلی خوب، بسته تحویل R2 شد. حالا چی؟ بسته ای که تحویل R2 شد، اگر تو ستون R2 نگاه کنید، روتر R2 شبکه 10.0.0C رو و 10.2.0.4/C رو، یعنی ارتباطات ونش رو، ارتباطات پوینت تو پوینتش رو به صورت دایرکتلی کانکتد داره. به همین خاطر هست که من با پریفیکس سی نشون دادم. اما دو تا شبکه لن روترهای R1 و R3 رو، یعنی شبکه‌های 192.168.1.0 و 172.16.11.0 رو به صورت ریموت داره. پس کاری که در این مرحله بایستی انجام بدم اینه که این دو تا زیر شبکه رو هم به صورت ریموت به R2 بشناسونم. خب داستان چیه؟ داستان اینه که اگر روتر R2 بخواد دسترسی داشته باشه به این NID، روت استاتیکش چیه؟ روت استاتیکش اینه که بذارید اول من یه شو آی پی روت بگیرم که تأیید بکنم من این دو تا شبکه رو به صورت دایرکتلی کانکتد داره. اوکی، حالا میرم وارد جنرال کانفیگوریشن مود، میگم آی پی روت کن کدوم شبکه رو؟ شبکه 172.16.11.0/255.255.255.0. یعنی چی؟ شبکه لن R3. خب اگر بسته دستینیشنش اینجا باشه، دو تا راهکار داره. یا باید بهش بگیم از سریال 010 خودت بدش بیرون، یا اینکه تحویل IP 10.206ش بده. خب کاری که من میکنم، مثلا میگم از همین سریال 010 خودت بدش بیرون. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی این است که مثلا اگر از روتر R2 بسته ای بخواد به شبکه لن R1 ارسال بشه، بایستی یا از سریال 000 از روتر R2 خارج بشه، یعنی اگزیت اینترفیسش این باشه، یا اینکه تحویل IP 10.201 که میشه نکست هوب IP بشه. خب پس روت بعدی منم میشه IP روت کن شبکه 192.168.1.0 با سابقه 255.255.255.0. مثلا این دفعه میگم که تحویل 10
صفر صفر یک بده، هیچ فرقی نمیکنه چه من next hop IP رو بگم چه exit interface. بعدن یک کوچولو نکته داره که تفاوت اینها رو با هم جلوتر و در یک ویدیو مجزا اینو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب اگر حالا show IP route بگیرم ببینم که دو تا شبکه directly connected دارم، دو تا شبکه هم که به صورت استاتیک معرفی کردم، پس روتر آردو هم تعیین تکلیف شد. اما روتر آرسه وضعیتش به چه شکله؟ روتر آرسه دو تا شبکه لن خودش، یعنی 172.16.11.0 رو، این رو و این که ارتباط پوینت تو پوینت یا ارتباط ون بین آردو و آرسه رو، یعنی شبکه 10.204.3 رو به صورت دایرکتلی کانکتد میبینه. پس من این رو با پریفیکس سی نشون دادم. بذارید این رو کانفرم بکنیم. انیبل رو میزنم show IP route. بله میبینم که این دوتا زیر شبکه رو به صورت دایرکتلی کانکتد داره. اما نکته چیه؟ نکته این هست که اگر بخواد روتر R3 بسته ای رو به شبکه لن روتر R1 ارسال بکنه، باید حتما یا از اینترفیس سریال 010 خودش بده بیرون، یا اینکه تحویل next hop IP بده که همون 10.205. کاری که من میکنم چیه؟ میرم تو مود جنرال کانفیگوریشن، میگم IP روت 192.168.1.0.255.255.255.0 تحویل چی بده؟ مثلا 10.205 10.205. اوکی. و در نهایت این سابنت هم به این شکل IP روت کن 10.0.0.255.255.255.255.255.255. مثلا این یکی رو میگم چی؟ از اینترفیس S010 بدهش بیرون. خب اگر شو IP روت رو انجام بدم، ببینم که 4 تا روت رو هم روی جدول مسیریابی روتر R3 دارم. خب کاری که تا حالا انجام دادم این هست که روی هر یک از روترها شبکه‌های ریموت رو تعریف کردم با نوشتن یک روت استاتیک به این شکل که یا گفتم که از فلان اینترفیس بدش بیرون که میشه تایپ 1، یعنی به نوعی اگزیت اینترفیس خود روتر، یا اینکه تحویل هوپ بعدی بده، یا میگه یا به عبارتی نکست هوپ آی پی. حالا اگر روی هر کدوم از پی سی ها IP assigning رو هم چک بکنم و بدونم و مطمئن بشم که دیفالت گیتوی هم ریسیت شده، حالا به عنوان مثال اگر پین کنم 172.16.11.100 رو، اگر مشکلی در پیکر بندی خودم نداشته باشم، اولا بایستی ریکوست ICMP من ارسال بشه و اکوش رو دریافت بکنم که اینم تاییدی بر قضیه. من دوباره مرور میکنم به فرایند معرفی سابنت های ریموت به هر کدوم از روترها اصطلاحا میگیم روتینگ. فرایند روتینگ روش های مختلفی داره. توی این ویدیو ما بحث استاتیک روتینگ رو با هم مرور کردیم و گفتیم که دو تا تایپ داشت. تایپ اول این بود که بسته ریموت رو میگیم از فلان اینترفیس خود روتر بفرست بیرون که میشد اگزیت اینترفیس، و یا اینکه میگیم که تحویل next hop IP بده به فلان IP hop مقابل تحویل بده. ممنون از اینکه با من در این ویدیو همراه بودید و بدرود.